نامه‌ای در باب تساهل مذهبی، جان لاک، ترجمه و تهیه شده در آموزشکده توانا. آنطور که گفته شده است، هدف جامعه مذهبی پرستش اجتماعی خدا و بدین وسیله دستیابی به حیات جاودان است. در نتیجه تمام آموزش ها باید در جهت رسیدن به آن هدف باشد و تمامی قوانین کلیسایی باید به آن چارچوب محدود باشد. در نهادهای مذهبی هیچ گونه معامله‌ای در ارتباط با مالکیت کالاهای مدنی و دنیوی نباید و نمیتواند انجام گیرد. در مؤسسات مذهبی نمیتوان از هیچ گونه قدرتی در هیچ یک از موارد دنیوی استفاده کرد، چون قدرت در انحصار حاکم مدنی است و مالکیت تمامی دارایی‌های مادی در قلمرو قدرت او قرار می‌گیرد. اما ممکن است این سوال مطرح شود که اگر قوانین کلیسایی دارای قدرت اجبار نیستند، پس چگونه استقرار خواهند یافت؟ پاسخ من این است: آنها باید با روش‌هایی متناسب با ماهیت هر موضوع استقرار یابند، همانطور که اقرار و ابراز ایمان دینی اگر صرفاً ظاهری بوده، ریشه در باوری مطمئن و ایمان درونی نداشته باشد، کاملاً بی‌فایده و بی‌نتیجه است. ابزاری که اعضای این جامعه را موظف به انجام وظایفشان می کند، تشویق‌ها، سرزنش‌ها و نصایح هستند. اگر متخلفان با این ابزار اصلاح نشوند و خاطیان متقاعد نشوند، دیگر چاره‌ای باقی نمی ماند جز اینکه چنین افراد خودسر و سرسختی که هیچ امیدی به اصلاحشان وجود ندارد، اخراج و از جامعه جدا شوند. این آخرین و غایت اختیارات کلیسا است. هنگامی که رابطه بدن و عضوی که بریده شده به طور کامل قطع می شود، هیچ گونه تنبیه دیگری مجاز نیست. فردی که تا این حد محکوم شده، دیگر عضوی از آن کلیسا نیست. حال که در حال تشخیص این موضوعات هستیم، بیایید در مرحله بعدی این سوال را بپرسیم که مدارا تا کجا ضروری است و افراد در قبال آن چه وظیفه‌ای دارند. اولا که من معتقدم هنگامی که فرد پس از سرزنش شدن کماکان با خودسری به تخلف علیه قوانین جامعه ادامه دهد، هیچ کلیسایی خود را موظف به مدارای با اون نمی داند، زیرا این قوانین شرط اتحاد و بندهای متصل کننده جامعه هستند. اگر تخلف از آنها بدون هر گونه تنبیهی روا می بود، جامعه به سرعت دچار از هم پاشیدگی می شد. با وجود این، در تمامی چنین نمونه‌هایی باید مراقب بود که حکم اخراج از دین و اجرای آن بدون هر گونه خشونت کلامی یا رفتاری نسبت به فرد اخراج شده انجام شود، تا مبادا خسارتی به بدن یا اموال شخص وارد شود، زیرا تمامی قدرت‌ها همونطور که بارها گفته شد متعلق به حاکم است و هیچ فرد حقیقی حق استفاده از زور را ندارد مگر برای دفاع از خود در مقابل خشونت ناعادلانه. اخراج از دین فرد اخراج شده را از هیچ کدام از اموال مدنی تحت مالکیت او محروم نمی کند و نمی تواند بکند. این اموال متعلق به حکومت مدنی و تحت محافظت حاکم هستند. تمام قدرت اخراج فرد از دین در این حقیقت خلاصه می شود که عزم جامعه در این زمینه اعلام شده است و اتحادی که بین بدن و برخی از اعضایش وجود داشت از بین رفته است و با توقف این رابطه
مداخلی که جامعه در بعضی امور اعضایش انجام می‌دهد و در آن حق مدنی جایی ندارد به پایان می‌رسد، زیرا با خودداری خادم کلیسا از دادن نان و شراب به فرد اخراج شده در جشن شام آخر عیسی مسیح هیچ گونه آسیب مدنی به آن فرد نخواهد رسید، چون آن نان و شراب با پول شخص اخراج شده خریداری نشده است. دوم این که هیچ شخصی به هیچ وجه حق محروم کردن دیگری را از امکانات مدنیش تنها به دلیل اینکه عضو دین یا کلیسای دیگری است ندارد. تمامی حقوق و امتیازاتی که به عنوان یک انسان یا فرد مقیم به او تعلق دارد باید برایش حفظ شود. این موضوعات ربطی به دین ندارد. فرد چه مسیحی باشد چه پگان نباید هیچ گونه خشونت یا آسیبی به او برسد. خیر، ما نباید صرفاً به اجرای عدالت در چنین معنای محدودی قانع باشیم. نیکوکاری، سخاوت و بخشایندگی نیز باید به آن اضافه شوند. این چیزی است که انجیل بدان سفارش می کند. منطق با آن حکم می کند و مقتضای همبستگی طبیعی و مادرزادی ماست. اگر کسی از مسیر راست منحرف شود، این تیره‌بختی خود اوست و آسیبی به شما نمی رساند. در نتیجه نباید به خاطر کارهایی که از نظر شما او را در زندگی نگونبخت خواهد کرد مجازاتش کنید. آنچه من در مورد مدارای متقابل افراد با دینهای متفاوت میگویم، از نظر من درباره برخی فرقه‌های مسیحیت که با یکدیگر ارتباطی مانند افراد دارند نیز صدق میکند. هیچ کدام از آنها تحت اقتدار دیگری قرار نمیگیرند. خیر، حتی اگر حاکم مدنی عضو یک فرقه یا فرقه دیگر باشد که گاه اتفاق می افتد، زیرا نه حکومت مدنی می تواند حقی به کلیسا بدهد و نه کلیسا می تواند حقی به حکومت مدنی بدهد. بدین ترتیب چه حاکم به کلیسایی بپیوندد یا از کلیسایی جدا شود، کلیسا همیشه همونطور که بود یک جامعه داوطلبانه بر جای خواهد ماند. کلیسا نه نیاز به قدرت شمشیری دارد که حاکم با پیوستن به کلیسا با خود خواهد آورد و نه با رفتن حاکم. کلیسا حق خود برای تعلیم و اخراج افراد از دین را از دست می دهد. این حق بنیادین و تغییر ناپذیر یک جامعه مستقل است که قدرت داشته باشد اعضایی را که از قوانین نهادهایش سرپیچی می کنند اخراج کند. اما با افزایش اعضا، این جامعه هیچ گونه حقی برای اعمال قدرت بر کسانی که عضو آن نیستند به دست نمی آورد. در نتیجه صلح، انصاف و دوستی باید همیشه به صورت متقابل توسط کلیساهای خاص لحاظ شود، همانطور که افراد حقیقی آنها را در ارتباط با یکدیگر لحاظ می کنند بدون هیچ گونه ادعای برتری یا اعمال قدرت بر یکدیگر. ممکن است این موضوع با مثالی روشن‌تر شود. بیایید دو کلیسا را فرض کنیم. یکی کلیسای ارامنه و دیگری کلیسای کالوینیست ها که هر دو در شهر استانبول قرار دارند. آیا کسی میتواند بگوید که هر کدام از این کلیساها حق دارد اعضای کلیسای دیگر را به خاطر اینکه دارای عقاید و مراسم متفاوتی هستند از آزادی یا اموالشان محروم کند؟ در این بین ترک‌ها در سکوت و با خنده به انتظار می‌نشینند تا ببینند مسیحیان چگونه از خشونت‌های غیر انسانی علیه مسیحیان استفاده می‌کنند. اما اگر قرار است یکی از این کلیساها این قدرت را برای سرکوب دیگری در اختیار داشته باشد، من می‌پرسم که این قدرت باید متعلق به کدام یک از آنان باشد؟ بر اساس کدام حق؟
پاسخ بدون شک این خواهد بود که این کلیسای راستین است که حق تسلط بر خطاکاران و بدعت گذاران را دارد. این پاسخ فریبنده و گوشنواز در واقع هیچ معنایی ندارد، زیرا هر کلیسایی از نظر خود کلیسای راستین و از نظر دیگران خطاکار و بدعت گذار است. از آنجا که باورهای هر کلیسا از دید خودش حقیقت و مخالف آن خطاست، پس ادله بین این کلیساها درباره برحق بودن تعالیم و خلوص عباداتشان در هر دو سو یکسان است. چه در استانبول یا هر جای دیگر زمین، هیچ کس نمیتواند در این باره قضاوت کند و حکم بدهد. پاسخ این سوال تنها در اختیار بالاترین قاضی تمام انسان هاست که کیفر خطاکاران تنها در اختیار اوست. تا آن زمان بگذاریم آنها خود به زشتی گناهان خود پی ببرند. آنها که به خطاها و غرور خود بی عدالتی را نیز می افزایند و شتاب زده و مغرورانه از بندگان اربابی دیگر سوء استفاده می کنند، در حالی که نمی توانند نزد پروردگار پاسخگوی اعمال خود باشند. اجازه دهید پیشتر برویم. اگر راهی برای تعیین اینکه کدام یک از این دو کلیسای متخاصم برحق هستند وجود داشت، باز هم کلیسای راستین حق نابود کردن دیگری را نداشت، چون کلیساها نه قلمروی در امور دنیوی دارند و نه شمشیر و آتش افزارهای مناسبی برای آگاه کردن افراد درباره اشتباهاتشان و دعوت آنان به حقیقت هستند. با وجود این بیایید فرض کنیم که حاکم مدنی به یکی از این دو کلیسا تمایل دارد و میخواهد شمشیر خود را در دستان آنان قرار دهد تا با تایید او آنان بتوانند مخالفان را به نحوی که میخواهند تنبیه کنند. آیا کسی میتواند بگوید که یک کلیسای مسیحی میتواند حق برتری بر کلیسای دیگری را از امپراتور ترک دریافت کند؟ کافری که حق تنبیه مسیحیان به خاطر دینشان را ندارد، نمیتواند چون این اختیاری را به هیچ کدام از فرقه های مسیحیت بدهد. به بیان او، نمیتواند حقی را اعطا کند که خود فاقد آن است. این استدلال توجیه کننده مثال استانبول است و در تمامی حکومت‌های مسیحی این دلیل صادق است. قدرت مدنی در همه جا به یک صورت است. این قدرت چه در دستان یک حاکم مسیحی و چه در دستان یک کافر باشد، نمیتواند به یک کلیسا در برابر کلیسای دیگر اختیار بیشتری بدهد. با وجود این شایان توجه و در خور افسوس است که خشنترین مدافعان حقیقت، دشمنان خطاکار و هشدار دهندگان علیه تفرقه، در موارد بسیار نادری افسار تعصبشان برای خدا را که در جان و روحشان ریشه دارد از کف رها می کنند، مگر اینکه حاکمی مدنی در جبهه آنان باشد. به محض اینکه دربار به آنان عنایتی کند، آنها خود را قدرتمندتر احساس می کنند و آنگاه صلح و نیکوکاری کنار گذاشته می شود. در غیر این صورت، اگر به رفتار دینی آنان دقت کنیم، متوجه می شویم هنگامی که آنها قدرت محاکمه و ارباب شدن را ندارند، به شرایط عادلانه بیشتری تمایل دارند و مدارا را تبلیغ می کنند. هنگامی که آنان توسط قدرت مدنی تقویت نشوند، در برابر موضوعاتی که
منافع دین را به خطر می اندازند، مانند ترویج بت‌پرستی، خرافات و ارتداد، رفتاری بسیار صبورانه و ملایم‌تر در پیش می گیرند، در حالی که در شرایط متفاوت در مقابل آنها رفتاری بسیار سختگیرانه و شدید در پیش می گیرند. از سوی دیگر آنها خطاها و گناهانی را که در دربار عمومیت دارند یا توسط حکومت پشتیبانی می شوند مورد نکوهش و نهی قرار نمی دهند، بلکه در آنجا سکوت می کنند که تنها روش نتیجه بخش تبلیغ حقیقت است، یعنی بهترین راه ثمر بخش بودن تبلیغات زمانی است که استدلال قوی و دلیل استوار با نرم خویی انسانی و رفتار شایسته همراه شود. در نتیجه هیچ کس، چه یک فرد، کلیسا یا حتی یک کشور، هیچ گونه حق پذیرفته شده‌ای برای تصرف در حقوق مدنی و اموال دنیوی دیگری به بهانه دین ندارد. بهتر از کسانی که عقیده متفاوتی دارند و روامداری دینی را برنمی‌تابند متوجه باشند که بشریت را به چه اختلافات مهلک، جنگ‌ها، نفرت بی‌پایان، سرقت‌ها و کشتارهای گروهی رهنمون می‌شوند. تا زمانی که این دیدگاه در انسان‌ها وجود دارد که دین باید با زور شمشیر تبلیغ شود، هیچ گونه صلح و امنیت و حتی دوستی عادی نمیتواند استقرار یابد. نکته سوم، بگذارید بررسی کنیم برای کسانی مثلا اسقف، کشیش، شبان کلیسا، مبلغ یا دارندگان موقعیت‌های مشابه که به دلیل مناسب یا برخی دیگر ویژگی‌های کلیسایی از سایر انسان‌ها یا آنطور که دوست دارند ما را خطاب کنند عوام الناس متمایز هستند، مدارا چه لازمه هایی دارد. من اینجا قصد ندارم که درباره خواستگاه قدرت یا مقام روحانی تحقیق کنم، تنها به گفتن همین اکتفا می کنم که سرچشمه قدرت آنان هرچه باشد، از آنجا که این قدرت متعلق به کلیساست باید در چارچوب کلیسا محدود شود و نمی تواند به هیچ وجه در امور مدنی تأثیر بگذارد، زیرا کلیسا ذاتاً و کاملاً مجزا و متمایز از دولت است. مرزهای هر دو طرف کاملا تثبیت شده و غیر قابل تغییر هستند. هر کس این دو موجودیت را که در اصل هدف کار کرد و همه چیز کاملا با یکدیگر متفاوت و مجزا هستند با یکدیگر مخلوط کند، دنیا و آخرت را به هم ریخته است. در نتیجه هیچ کس در هر مقام کلیسایی که باشد نمیتواند کسی را که عضو کلیسای او نیست و ایمان دیگری دارد به خاطر این تفاوت دینی از آزادی یا بخشی از اموال دنیوی او محروم کند، زیرا امری را که برای کلیت دین غیر قانونی است نمیتوان به واسطه هیچ قدرت روحانی برای بخشی از اعضای آن دین قانونی کرد. اما این کافی نیست که مردان کلیسا از خشونت، سرقت و هر گونه اذیت و آزار خودداری کنند. کسی که وانمود می کند جانشین حواریون است و در جایگاه آموزگاری می نشیند موظف است که شنوندگانش را به صلح و حسن نیت نسبت به تمامی انسانها و همچنین خطاکاران دعوت کند، هم نسبت به کسانی که در ایمان و پرستش با آنان متفاوت هستند و هم نسبت به کسانی که با آنان هم عقیده اند. او باید همگان را، هم از اشخاص عادی یا حاکمان را، به کار نیک، فروتنی و مدارا دعوت کند و با پشتکار برای متحد کردن انسانها و فرونشاندن آتش تعصب مذهبی آنها در برابر مخالفان تلاش کند.
من اینجا تلاش نخواهم کرد تا نشان بدهم که اگر از هر منبر این تعلیمات صلح و مدارا آموزش داده شود، نتیجه آن هم برای کلیسا و هم برای حکومت تا چه اندازه مفید خواهد بود. اما میخواهم بگویم که باید اوضاع این گونه باشد و اگر کسی که خود را نماینده سخن خدا یا مبلغ انجیل صلح میداند غیر از این آموزش دهد، یا روح رسالت خیش را درک نکرده یا از آن غافل است و باید روزی نزد خداوند پاسخگو باشد. وقتی برای مسیحیان موعظه میشود که باید از هر گونه انتقام جویی در برابر تحریکات پی در پی و آزار مداوم خودداری کنند، پس مسیحیانی که هیچ رنجی نکشیدند و خسارتی به آنها نرسیده است، طبیعتاً می توانند از ابراز خشونت نسبت به کسانی که به آنها آسیبی نرساندند خودداری کنند. آنها طبیعتاً باید بتوانند این تأمل و صبر را در برابر مخالفان عقیدتی خود نشان دهند. منظور در برابر کسانی است که در امور دیگران مداخله نمی کنند و تنها مایل به عبادت به طرزی هستند که معتقدند رستگاری ابدی و رضای خداوند در آن نهفته است. در امور شخصی و خصوصی، در مدیریت اموال و امور مرتبط با سلامت بدن، هر فرد روشی را که مناسب خود می‌بیند و بیشتر می‌پسندد دنبال می‌کند. هیچ کس از همسایه خود بابت سوء مدیریت در کارهای شکایت نمی کند. هیچ کس از اشتباهاتی که دیگری در شخم زدن زمینش یا ازدواج دخترش مرتکب می شود خشمگین نخواهد شد. هیچ کس مانع ولخرجی های فرد دیگر در میخانه نمی شود. بگذارید هر کس آنچه میخواهد را بسازد یا تخریب کند یا اسراف کند. هیچ کس به او ایراد نخواهد گرفت و او را محدود نخواهد کرد، چون او آزادی خود را دارد. اما اگر فردی به طور مداوم به کلیسا نرود، اگر رفتار او دقیقاً مطابق با آیین‌های مرسوم نباشد، یا اگر فرزندانش را برای آموزش اسرار مقدس به کلیسا نیاورد، این رفتار او جنجال ایجاد خواهد کرد. محله‌های مسکونی پر از هیاهو و بلوا هستند. همگان آماده مجازات گناهان بزرگ هستند و متعصبان عموماً پیش از دست زدن به غارت و خشونت صبر نمی کنند تا سخنان و دفاعیات طرف مقابل شنیده شود و شخص بیچاره بر اساس قانون محکوم به از دست دادن آزادی، اموال، حتی زندگی خود می شود. خطیبان کلیسایی ما در هر فرقه با تمام قدرت درباره توانایی خود در کاهش خطاهای انسان سخن می‌رانند. اما بگذارید که خود انسان‌ها از دست آنان در امان بمانند. نگذارید آنها منطق خود را به ابزار قدرت که متعلق به قلمروی دیگر است مجهز کنند و دستان خادمان کلیسا به گناه آلوده گردد. نگذارید تا آنان از قدرت حاکم مدنی به نفع آموزه‌های خود استفاده کنند، به این دلیل که شاید برخی از آنها فقط وانمود کنند که تنها عاشق حقیقت هستند و در واقعیت تعصب شدیدشان چیزی جز آتش و شمشیر به ارمغان نیاورد و نشان دهد که آنان تنها به دنبال حکومت دنیوی هستند. زیرا از دید یک انسان منطقی، کسی که میتواند با آرامش ذهنی و چشمانی خشک برادر خود را برای سوزانده شدن به دست جلاد بسپرد، نمیتواند از صمیم قلب و صادقانه نگران نجات برادرش از شعله های جهنم در دنیای دیگر باشد. در نهایت بگذارید وظیفه حاکم مدنی را که در زمینه مدارا بسیار قابل توجه است بررسی کنیم. تا کنون ثابت کردیم که توجه به امور اخروی تحت وظایف حاکم مدنی قرار نمی گیرد، یعنی این امور مشمول قانونگذاری و مجازات نمی شود. ولی نباید پرورش خیرخواهانه را که شامل تعلیم، نصیحت،
و توجیه می شود از کسی دریغ کرد. در نتیجه مراقبت روح هر فرد باید بر عهده خود او باشد، اما اگر شخص از روح خود محافظت نکند چطور؟ پاسخ من این است: اگر شخص از سلامت خود یا اموال خود که ارتباط نزدیکتری با حاکم و دولت دارد مراقبت نکند چطور؟ آیا حاکم میتواند قانونی تصویب کند که چنین فردی حق فقیر یا مریض شدن را نداشته باشد؟ قانون تا آنجا که امکان دارد تلاش میکند تا اموال و سلامت رعایا از سوی دیگران و از طریق خشونت یا فریبکاری آسیبی نبینند، اما نمیتواند از افراد در برابر بیتوجهی به اموال یا سلامت خودشان محافظت کند. هیچ کس را نمیتوان مجبور کرد که سالم یا ثروتمند باشد. فارغ از این که او با این امر موافق یا مخالف باشد، خیر، خود خداوند هم برخلاف میل انسان او را نجات نمیدهد. حال بیایید فرض کنیم که حاکمی قصد دارد رعایای خیش را به زور مجبور به مراقبت از سلامت خیش و جمع‌آوری ثروت کند. آیا قانون باید همه را مجبور کند که تنها از راهنمایی پزشکان رومی استفاده کنند؟ و آیا همگان باید سبک زندگی خود را بر اساس نظرات این پزشکان تنظیم کنند؟ آیا هیچ دارو یا معجونی غیر از آنچه در واتیکان یا مثلا در فروشگاهی در جنوا آماده شده است نباید مصرف شود؟ و آیا برای ثروتمند شدن رعایا همگی باید طبق قانون مجبور به تجارت و نوازندگی شوند؟ یا همگی باید خاربار فروش یا آهنگر شوند چون برخی در این مشاغل به ثروت میرسند؟ اینجا ممکن است کسی بگوید که برای ثروتمند شدن هزاران راه وجود دارد، در حالی که برای رسیدن به بهشت تنها یک راه موجود است. این جمله زیبا به طور خاص توسط کسانی استفاده می شود که می خواهند افراد را به مسیر مورد نظر خود هدایت کنند. چون اگر چندین مسیر برای رسیدن به بهشت وجود داشته باشد، دیگر بهانه چندانی برای اجبار وجود ندارد. حالا اگر من با شوق و انرژی بسیار در مسیری که طبق متون مقدس مستقیماً به اورشلیم ختم می شود قدم بردارم، چرا باید تنها به خاطر پوشیدن کفشی خاص توسط دیگران مورد ضرب و شتم یا آسیب قرار بگیرم؟ یا مثلا به خاطر مدل خاصی از اصلاح موها یا قصر تعمید نادرست، یا به دلیل خوردن ماهی یا هر غذای دیگری که با معده‌ام سازگار است در مسیر مسافرت، یا انتخاب نکردن مسیری که به کوهستان ختم می شود، یا به خاطر انتخاب مستقیم ترین و تمیزترین مسیر از بین چند جاده پیش رو، یا به خاطر اینکه از همراهی با مسافران سرد مزاج یا تندخو خودداری می کنم، یا چون پیرو کسی هستم که لباس سفید می پوشد یا نمی پوشد، و یا تاجی بلند بر سر دارد؟ قطعا اگر به خوبی فکر کنیم متوجه می شویم که این موضوعات اکثرا به اندازه‌ای بی اهمیت هستند که می توان آنها را به راحتی حذف کرد. اگر افراد دچار خرافات و تظاهر نباشند، هیچ گونه تعصبی نسبت به این امور در مناسک دینی و نجات روح انسان ندارند. من معتقدم موضوعاتی مانند اینها هستند که بذر دشمنی و کینه‌توزی را میان برادران مسیحی می‌کارند، در حالی که آنان همگی درباره ماهیت و اصول بنیادی دینشان اتفاق نظر دارند. حال بگذارید تا به این متعصبان که هر راهی غیر از راه خود را محکوم می کنند حق بدهیم، و فرض کنیم که هر کدام از این شرایط مذکور عواقب متفاوتی خواهد داشت. در این صورت
چه نتیجه‌ای میتوان گرفت؟ این یعنی تنها یکی از راه‌ها به سعادت ابدی ختم می‌شود. اما هنوز بر سر اینکه کدام یک از مسیرهای گوناگون پیش روی انسان‌ها بر حق است، شک و تردید وجود دارد. در حال حاضر حاکم از طریق تعالیم اجتماعی و اجرای درست قوانین در پیدا کردن مسیری که به بهشت منتهی می شود به همان اندازه امکان موفقیت دارد که هر فرد از طریق تحقیقات و مطالعات شخصی خود. فرض کنیم من بدن ضعیفی دارم که از یک بیماری مزمن رنج می برد و برای آن تنها یک داروی ناشناخته وجود دارد. آیا این جزء اختیارات حاکم است که برای من دارویی تجویز کند؟ چرا؟ تنها به خاطر اینکه دارو ناشناخته است. از آنجا که برای من تنها یک راه فرار از مرگ وجود دارد، آیا منطقی است که من هرچه حاکم صلاح می داند انجام دهم؟ کسی نمی تواند موضوعاتی را که هر شخص باید صادقانه در درون خود به جستجویشان بپردازد و با مراقبه، مطالعه، تحقیق و تلاش خود به آنها دست پیدا کند، ملک خاص خود بداند. حاکمان نسبت به سایر افراد با امتیازات بیشتری به دنیا می آیند، اما در ذات خود با آنان برابر هستند. نه حق حکومت و نه هنر حکمرانی هیچ کدام لزوماً دانشی در امور دیگر را با خود به دنبال نمی آورند. این امر خصوصا در مورد دین برحق نیز صدق می کند. اگر این گونه است، پس چرا حاکمان روی زمین تا این اندازه در امور غیر دینی همانند امور دینی با یکدیگر تفاوت دارند؟ اما بیایید فرض کنیم ممکن است یک حاکم بهتر از رعایای خیش از مسیر رسیدن به حیات جاودان آگاه باشد، یا حداقل در این مسائل پر از شک و تردید امن‌ترین و سودمندترین روش برای افراد پیروی از دستورات او باشد. شما خواهید گفت آن وقت چه؟ اگر او به شما امر کند که برای معاش خود تجارت پیشه کنید، آیا از ترس موفق نشدن از این دستور سرپیچی خواهید کرد؟ پاسخ من این است: من با فرمان شاهزاده به تجارت خواهم پرداخت، زیرا اگر در کسب و کار خود شکست بخورم، شاهزاده به راحتی میتواند به نحو دیگری ضررهای من را جبران کند. اگر آنچه او می گفت حقیقت داشته باشد که می خواهد من ثروتمند شوم، او می تواند وقتی شکست می خورم دوباره دست مرا بگیرد، اما در زندگی وضعیت به این گونه نیست. اگر من مسیر اشتباهی را در پیش بگیرم و در آن مسیر شکست بخورم، جبران خسارات من و آرام کردن رنج من و بازگرداندن ثروت از دست رفته من در حوزه قدرت حاکم نیست. وقتی در امور دنیوی چنین امنیتی وجود ندارد، در مورد بهشت چه تضمینی میتوان داد؟ شاید برخی بگویند که این فرض را قبول ندارند و معتقدند که وظیفه تمامی انسانها پیروی در امور دین است و زیستن در حکومت مدنی در حقیقت همان بودن در کلیسا است. آنچه کلیسا به آن حکم می دهد، حاکم به اجرای آن امر می کند. او با قدرت خود تعیین می کند که هیچ کس نمی تواند غیر از آنچه کلیسا آموزش می دهد رفتار کند یا باور داشته باشد. پس قضاوت در این امور نیز بر عهده کلیسا است. خود حاکم نیز پیرو کلیسا است و از دیگران نیز نسبت به خود چنین انتظاری دارد. پاسخ من به آنان چنین است: آیا کسی هست که متوجه این امر نشده باشد که در عصر کنونی از نام کلیسا که در زمان حواریون مقدس شمرده می شد تا چه حد
برای ساکت کردن دیگران استفاده می شود؟ اما به هر حال چون این پاسخی در این مورد به ما کمکی نمی کند، پاسخ این است که آگاهی حاکم از تنها مسیر باریکی که به بهشت ختم می شود بیش از آگاهی اشخاص عادی نیست. در نتیجه من نمی توانم با آسایش خاطر او را به عنوان راهنمای خود برگزینم، زیرا ممکن است او به اندازه خود من در این مسیر ناآگاه باشد و مطمئناً کمتر از خود من دغدغه رستگاری مرا دارد. از میان پادشاهان یهود چند تن را میتوان نام برد که بنی اسرائیل از آنان کورکورانه پیروی کردند و به بت‌پرستی و نابودی کشیده شدند. اما شما در پاسخ به من میگویید که نگران نباشم و همه چیز امن و مطمئن است، زیرا حاکم دیگر از نظرات خود در زمینه دین پیروی نمی کند و تنها اوامر کلیسا را اجرا می کند. من از شما می پرسم آخر کدام کلیسا؟ طبیعتاً کلیسایی که او را بیشتر دوست دارد. گویی کسی که مرا از طریق قانون و تهدید به مجازات مجبور می کند تا یک کلیسا را برای پیروی برگزینم، در این تصمیم نظر شخصی خود را دخیل نکرده است. بین این که او خودش مرا هدایت کند یا برای هدایت به دیگران بسپارد چه تفاوتی وجود دارد؟ در هر دو صورت من به او اطمینان کردم و اوست که مسیر حیات جاودانی مرا تعیین می کند. اگر کسی یک بنی اسرائیلی که به دستور پادشاهش مجبور به پرستش بعل شد می گفت که پادشاه به رأی خود چون این تصمیمی نگرفته است و این تصمیم توسط شورای روحانیون و علمای دین آنان تایید شده در وضعیت بهتری قرار می گرفت، اگر مذهب هر کلیسا به خاطر اینکه روحانیون و علمای آن مذهب و آن قبیله همگی با تمام قدرت آن را تصدیق می کنند مذهب برحق و نجات دهنده محسوب شود، دیگر کدام مذهب را می توان بر خطا، دروغین و نابود کننده به شما را ورد؟ من نسبت به دکترین سوسینی ها تردید دارم، نسبت به روش های پرستش پاپیست ها و لوتری ها شک دارم. آیا پیوستن به هر کدام از این کلیساها صرفاً به خاطر اینکه حاکمی که فرمان آن را می دهد خودش در کلیسا قدرتی ندارد و تنها نظر و رأی علمای کلیسا را اجرا می کند برایم امن‌تر خواهد شد؟ شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.